چرا دیشب منو بیدار نکردین؟ فیروز خانم کارم داشت. دلمون نیومد بیدارت کنیم. فیروز خانم بهت نگفت چرا دیشب برگشتن؟ گفت نه، حال خواسته که برگردیم. فکرشو میکردم. سلیمان، ببینم تو میدونی که اونا جمعه چه ساعتی میان؟ نمیدونم حالا باید چی کار کنم. قرار بود کسی خونه نباشه. اگه میدونستم باهاشون قرار جمعه رو نمیذاشتم. حالا ناراحت میشن. ای بابا، حالا اینجوری پشت در میمونن. خودت گفتی 3-4 نفر بیشتر نیستن، درست نمیگم؟ آره درسته. حالا واقعا یکی به جای بشیر میاد؟ نظرت چیه تو به جاش کار کنی؟ سلیمان خودش میدونه کیو انتخاب کنه. لطفا یه آدم جوون شیک انتخاب کن. کاتیا خانم، ما دنبال یه آدم درست و حسابی میگردیم. یکی باشه که وسط راه جا نزنه. ازش شکایت میکنی؟ من که نمیتونم بی خودی به اون تهمت بزنم عدنان بیک. خب میخوام بدونم ساعتی که نصف شب جلوی خونه من چی کار داشته. میخوام بدونم. خیلی ناراحت شدم. خودش هم همینو میخواست. میخواسته که ناراحتتون کنه. اون میخواد شما رو بترسونه، چون نهاد علیهش شکایت کرده. باز اونقدر هم ساده نیست. علمی اونال داره نقشه میکشه تا انتقام بگیره. من مطمئنم. حتی اگه اینطوری باشه خودش این کارو نمیکنه. اصلا همینجوری وایسم ببینم میخواد با هم چی کار بکنه؟ یا خدایی نکرده منتظر چیزی باشم؟ بلایی سر بچه هم یا اعضای خانوادم بیاره؟ اینطوری نمیشه، من باید یک کاری بکنم. شما راست میگید، ولی آخه نداره. من باید شکایت کنم. تو هم دست به کار شو. حتما عدنان بیک، پیگیری میکنم. ممنون. به خاطر همین موضوع بود که میخواستم صبح زود ببینمت. نمیخوام یه شب دیگر رو با دلهوره بگذرنم. نگران نباشید آقا. متشکرم. فردا میبینم. صبح بهتون سر میزنم. به خانواده سلام برسون. سلامت باشید.